انجمن پزشکان پاریس در نشست فصلی خود هر بار از یک پزشک دعوت می کند تا موضوع و یا کاری را که توجه عموم به آن جلب شده سخنرانی کند. این بار کشف مهم دکتر تبسم سیبون را در ابتدای این نشست با سخنان یکی از مدیران انجمن دکتر سوپانی پی می گیرد. خانم تبسم سیمون رو به شما معرفی کنم. تحصیلاتش رو حداقل تا سطح دبیرستان در ایران انجام داده، بعد به انگلیس رفتن تشریف بردن، بعد اومد تحصیلات تخصصیش رو در فرانسه انجام دادن، الان در بیمارستان سنت آنتوان که یکی از بیمارستان‌های اسیستانس پیبلیک هستش تو پاریس مسئولیت اداره یونیت دو قشش کلینیک، یعنی میشه گفت واحد تحقیقات بالینی رو ایشون دارن. امیدوار هستیم که در سال آینده ایشون به سمت پروفسورا رو به دست بیارن و شاید اولین خانم ایرانی باشن که در فرانسه پروفسور اگرچه بشن. خیلی جالبه برای که من درست 36 سال پیش توی همین محل فایه دلیسن با پدر و مادرم که امشب توی این سالن هستم اومدم اینجا برای اینکه اسمم رو نوشتم. مامانم و بابام برگشتن به ایران و من اینجا مدرسه رو دیپلمم رو اینجا گرفتم. اینه که بعد از 36 سال برای اولین بار دوباره برمیگردم اینجا. دکتر تبسم سیمون میگوید چگونه داروها اصولاً میتواند در خون جذب شود، اما کشف اخیر او در مورد دارویی است که مانع سکته قلبی می شود. جزئیات بیشتر را می شنویم. این تحقیقی که ما کردیم در زمینه مریضایی که انفکتوس کردن، انفکتوس قلبی، و یه دوایی می خورن بعد از این انفکتوس برای اینکه خونشون رقیق بشه. این دوا تو تمام دنیا خیلی مشهوره به یه اسمی به اسم پلاویکس که مطمئنم خیلی از ایرونیا الان این دوا رو استفاده میکنن بعد از انفکتوس یا بعد از سکته مغزی یا بعد از اینکه خونای مثلا پا یا توی بدنشون غلظت پیدا میکنه. تو تمام سلولای خونی یک هسته هست که این هسته توش تمام بانک ژنای هر آدمی توی این هسته است. تحقیقی که ما کردیم اینه که نشون بدیم که بعضی از این ژنا ممکنه درست کار نکنه پیش یه عده ای از آدما و این باعث میشه که وقتی این ژنا درست کار نکنه این افه پلاویکس باست عکس‌العمل پلاویکس خوب نباشه. یعنی اگر باعث میشه پیش کسایی که این مشکل رو دارن دو برابر این دوا کمتر اثر میکنه. میپرسیم برای بیمارانی که ژن آنها خوب کار نمی کند چه چاره‌ای وجود دارد؟ تحقیق ما به این سوال شما جواب نمیده، به خاطر اینکه برای اینکه بتونیم به این سوال درست جواب بدیم باید یه گروهی از مریضا رو داشته باشیم که بعد از انفکتوس این دوا رو نمیخورن. همچی اتفاقی نمیفته چون تقریبا 98% آدمایی که انفکتوس میکنن بهشون این دوا رو میدن. برای همین اولین جواب به این سوال اینه که به مریضایی که این دوا رو میخورن نباید نگران باشن که الان چیکار باید دوا رو قطع کنن. نباید قطع کنن، به احتمال زیاد باید این دوا رو دو برابر دوزی که الان میخورن بخورن پیش کسایی که ژنشون درست کار نمیکنه. دوای دیگه ای الان داره در دنیا میاد که به اسم پرازوگرل که این مشکل ژنتیک رو نداره ولی یه مشکل دیگه داره و اونی که پیش همه کسایی که این دوا رو میخورن بیشتر خون ریزی میده. اینی که هر دوایی یه چیزای خوبی داره یه چیزای بدی داره. فکر میکنم مهمترین مساج به مریضا اینه که از خود سر دوا نخورن و دوزایی که استفاده میکنن باید حتما دوزایی باشه که دکتر بهشون تجویز میکنه و درست حرف دکترشون رو گوش بدن.